رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است که خروج امریکا از افغانستان توان عملیات خارجی داعش را تقویت کرده است. اما امارت اسلامی این ادعا را به بنیاد دانسته و افزوده است که با روی کار آمدن امارت اسلامی داعش و سایر گروه‌های هراس افکن در افغانستان سرنگون شدند. در همین حال وزارت خارجه امریکا برای شهروندانش هشدار داده است تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. آن وزارت در خبرنامه نوشته که گروه‌های هراس افکن متعددی در افغانستان فعالند و احتمال می‌رود شهروندان آن کشور هدف آدمربایی و گروگانگیری قرار گیرند. امریکا از چه در افغانستان نگران است؟ آیا واقعا تهدیدی از افغانستان متوجه کشورهای دیگر است؟ در این مورد و موضوعات مرتبط با آن بحث خواهیم کرد. من منیر امیری هستم و مهمانم در بحث آقای محمد زلمایی افغانیار، رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان. آقای افغانیار خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. امریکا سی در افغانستان نگران است افغانیار سید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت مجددا خدمت شما. صبحتان بخیر باشه. سلام می خوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن. امیدوار هستم ما را مساعدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشون. برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تپش خفته مایه ننگ است و شهادت اسماعیل حنیه یکی از مقاومتگرای جهان اسلام را تسلیت عرض میکنم به خدمت کافه امت مسلمان. خب مشخص است امریکایی ها همیشه تقابل سیاسیشان با کشورها و منطقه و فرامنطقه و با افغانستان بر مبنای تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری ها هست. اگر هدف از یا مبارزه با تروریسم می بود و حراسشان از داعش می بود، او را کی پرورش داد، کی به وجود آورد و با کدام پیسه آمد به وجود آمد؟ زمانی که امریکایی ها عراق را مورد حمله قرار دادند، داعش را او به وجود آوردند و میلیون ها دلار بر از او مصرف کردند. و در طول 20 سال که امریکایی ها در افغانستان حضور داشت، همیشه این بحث بر افغانستان یک چالش بود. اما چرا مبارزه علیهش انجام نشد که چالش از بین میرفت و بعد از رفتنشان بر افغانستان یک میراث نمیماند که امروز امریکایی ها کشورهای منطقه و فرامنطقوی ابراز نگرانی بکنند با وسوسه‌ای که پایگاه های امنشان و کمپ های موجود مشخص است که در کشورهای همسایه افغانستان بوده، هست و می باشه. اما این که چرا انگشت انتقاد طرف افغانستان هست در 3 سال گذشته، این بر ما جای سوال داره. امریکایی هایی که ادعای ابرقدرت بودن جهان را میکنند و نقطه نظر اقتصادی و استخباراتی میگن ما اول هستیم، چطور با کشورهایی که با او ادعای دوستی دارن به توافق نمیرسن تا ریشه هایش را او بخش کنن و افغانستان مورد برنامه هایشان نباشه؟ حکومت سرپرست افغانستان به تاکید در 3 سال گذشته یادآور شده که برای گروپ های هراس افغان ما اجازه فعالیت نمیدیم و کشورهای منطقه و فرامنطقوی از حریم افغانستان مورد هدف قرار نمیگیره. آیا کشورهایی که با امریکایی ها پیمان استراتژیک دارن و او را بیش از 52 مرتبه از افغانستان بهتر میدانند، حکومت مردای پاک امریکا آیا با او صحبت کردند و برایشان گفتند که این کمپ ها و این لانه های ناامنسازی منطقه را شما از بین ببرید؟ هدف از این موضوعات این هست که تطبیق برنامه هایشان بالای حکومت سرپرست داشته باشند بر مبنای مجزوری سیاسی. با وجود این که بارها برفی که شما بیشتر اشاره کردین، امارت اسلامی این ادعا را رد کرده و گفتن که هیچ گروه هراس افغان به خصوص داعش در افغانستان وجود نداره و اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان استفاده ش علیه کنم کشور دیگر. اما پیوسته نگاه های شکاک به سوی افغانستان بوده. چندین کشور همسایه افغانستان هم میتونیم کشورهای تاجکستان برخی کشورهای دیگر هم یاد بکنیم که اینا هم نگرانی داشتن. چرا این نگاه های شکاک علیه افغانستان وجود داره و این غلط فهمی درست میشه؟ این غلط فهمی نیست، این مغرضانه و آمدانه هست. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. اگر حاکمان تهران ایرانستانی ها، حاکمان لاهور پنجابستانی ها صحبت از داعش و این موضوعات دارند، آیا به خاطر مبارزه با همین گروپ همراه روس ها به سوریه، یمن، عراق نرفتن؟ با هم تبادل معلومات ندارن؟ فاطمیون و زینبیون را ایجاد نکردن که با او مبارزه بکنن؟ پنجابی ها وقتی که اعلام میکنن که ما از داخل افغانستان میشن، به تعداد حتی آمارش نداره که خانم هایش چه تعداد از اطفالشان چه تعداد هست، کی هست که او را مدیریت میکنه؟ مشکل ما افغان ها این هست که ما در بی‌اتفاقی اتفاق داریم، خود ما نمیاین مشکلات داخلی خود را حل نمیسازین، نقاط ضعف خود به نقاط قوت تبدیل نمیکنین، همدیگر پذیری را مطرح بحث قرار نمیدین. جهان هم برای ما برنامه و برای ما طرح داره. همون شکلی که 21 سال قبل حکومت طالبان وقت که امارت فعلی هست تحت نام مبارزه با القاعده آمد از بین رفت، امروز هم بر ما برنامه دارن که باز بر یک اساس، یک طرح، یک برنامه نو باز افغانستان با شورش مواجه بسازن. بر افغانستان جنگ منابع هست. من در جمهوریت و در امارت بکرات گفتم و میگم بازم امروز وقتی که ما به تریلیون‌ها دلار سرمایه داریم، هنوز هم ما محتاج هستیم که سازمان ملل و جامعه جهانی بر ما کمک بکنه و ما 5000 سال تاریخ هم داریم. خب ما چرا این را مدیریت نمیکنیم؟ وقتی که حکومت سرپرست میگه که با این گروپ ها ما مبارزه میکنیم، به واقعیت که مبارزه میکنن. جنگ میدانی یاد دارن، با کوه باشه یاد دارن، جنگ های رو در رو را یاد دارن و همون پلان ها و برنامه هایی را که او مطرح بس در جنگ هایشان دارن امارتشون میفهمه. همین سازمان ملل، همین جامعه جهانی، همین آمریکایی ها، ایرانستانی، پنجابستانی، تاجیکستانی بیای بگه کدام ولسوالی افغانستان در اختیارشان هست، کدام قریه هست، کدام منطقه هست، که به عنوان شهروندا ما و شما هم از حکومت سرپرست بخوایم مبارزه بکنیم. یک بخش گفته‌های وزارت خارجه آمریکایی بود که هشدار داده بود شهروندانش از رفتن بر افغانستان. چی رسانه این موضوع؟ چرا امریکا چین سیاستی را در قبال افغانستان اتخاذ کرد؟ خب مشخص است امریکایی ها در افغانستان نیستند. اگر شهروندای آمریکایی در افغانستان هست، دو پاسپورت های هستند که یک پاسپورت آمریکایی دارن و یک پاسپورت افغانستان دارن. برای او پیام داده بر مبنای از اینکه برای حکومت فعلی افغانستان یک پیام داشته باشه که ما شما را میتونیم بیشتر از این به انزوای سیاسی مواجه بسازین، شما باید تعامل را مطرح بحث داشته باشین با ما. خب این صحبت به معنی هست آمریکایی ها به خاطر چی به افغانستان میآیند؟ به خاطر که افغانستان آرامش هست، به خاطر که افغانستان بسیار جاهای تفریحی خوب داره، به خاطر که افغانستان آرامش روحی روانی برایش برگشته. طبعا که چین موضوعی نیست. اوها فقط هدفشان این هست که برای حکومت افغانستان پیام داشته باشند. هرگاه کشورهای ابرقدرت دنیا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، آمریکا برای شهروندانشان پیام داشته باشند که شما به کشورها سفر نکنین، به این معنا هست که گراف نابرابری ها اوج زیاد است به اصطلاح از اوها، استخباراتی از اوها که ایرا جهان را بگن که افغانستان نارام هست، شما جا نباشه. این پیام ها مایسوری سیاسی هست، کدام موضوع دیگه نیست. خب وقتی امریکا ادامه کنه که پس از خروج نیروهای از کشور از افغانستان داعش توان عملیات خارجیش بلند رفته، این چی را بیان میکنه؟ آیا امریکا به دنبال سفیدنمایی خودش هست یا ببینید چیز دیگه؟ زمانی که امریکایی ها اعلام میکنن که اوها میشه از مرز مکزیکو داخل امریکا شود، خدا کنه 10,000 نفر جان داخل امریکا شود. وقتی خودتان اوها را ایجاد کردین، مدیریت کردین، پیسه دادین، اوها را به افغانستان آوردین، به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای بردین، چاکان در چاه هست. 43 سال حاکمان لاهور پنجابستانی ها بر افغانستان نابرابری را دامن زدن، الحمدلله حالا خودشان نارام هستن و بلا به جان خودشان افتیده. حاکمان تهران 43 سال میشه بر افغانستان نارامی را خواستن، امروز ببینین که یک مجاهد میآید از فلسطین میآید به تهران، ایرانی ها تبانی میکنن او را شهید میسازن. اینا متوجه باشین هر کسی هر کار را بکنه میگه بد مکن بد میاندیش تا بد نیایه در پیش. امریکایی ها بعد جهان را خواستن، خاصتا افغانستان را در طول 43 سال گذشته و بعد برشون میرسه. اما ما افغان ها اگر ما نقاط ضعف خود به نقاط قوت تبدیل بکنین و در جغرافیای به نام افغانستان همدیگر پذیری داشته باشین، این هست که ما را پیروز میسازه، این هست که بر افغانستان قوت میشه. اگر جهان با ما در تقابل باشه، ملت با ما در تفاهم باشه، ما پیروز هستیم. اگر جهان با ما در تفاهم بود، ملت با ما در تقابل بود، اینجا برای ما نابرابری دامن زده میشه. ایره باید حکومت سرپرست افغانستان ایره تاکید ارزی داشته باشه. وقتی که بر مبنای تطبیق شریعت ما عمل میکنیم، امانت الاعلی مطرح بحث است. وقتی که به عنوان امیرالمومنین شیخ عبدالله خان پیام میده که دفاترتان باید بر روی مردم باز باشه، مردم ایجاد فاصله مطرح بحث نباشه، آیا وزرای ما، رؤسای ما چنین میکنن؟ طبعا که چنین نمیکنن. وقتی که شما یک وزیر را، یک معین را، یک رئیس را دیدن نتونین و نابرابری ها دامن زده شود، این اعتماد سازی ها از بین میره. اگر گروپ های هراسان کنی هم بیایم، مردم کی است که اطلاع رسانی بکنه برشون؟ کی است که برشون هم نوا باشه؟ وقتی که حکومت میگه ما حکومت داری را به زور نگرفتیم، ملت با ما بود که ما گرفتین. اگر همین ملت از شما دور شود، باز شما چطور میخواین حکومت داری داشته باشین؟ و موضوع شخصی خود رو میگم. دخترم امروز 4 میشه فوت کرده. با وصفی که تمام اراکین حکومت مرا میشناسه، 10 دفعه ما برای رئیس پاسپورت پیام ماندیم، 10 دفعه جواب دریافت نکردیم. به معاون سیاسی رسالت الله پیام ماندن که میبینمت، ما نتونستم ببینم. به خاطر چی؟ به خاطر گرفتن یک پاسپورت که حق شهروند است، نه یک شهروند افغانستان. خیلی متاسف هستم افغانیار صاحب. جان پدر. خب به عنوان یک شهروند، به عنوان یک پدر، ما که نتونیم برای اولادم پاسپورت تهیه بکنیم و او را تداوی بکنیم، شما احساس میکنین که فاصله بین ما و حکومت اضافه میشه یا کم میشه؟ و او شهروندی را که در گوشه گوشه هست و شیخ بیت‌الله میگه که دفاتر والی ها و ولسوال ها بروی مردم باز باشه، شما برای ریاست پاسپورت برین. توهین و تحقیری را که هیچ انسانی تحمل کرده نمیتونه، یک عسکر و جسادش سیلی بروی مردم میزنه و توهین تحقیرش میکنه. اگر گروپ های هرس افغان هم بیایم مردم وقتی که اطلاع رسانی نکنه، همکاری نکنه، حکومت به چالش کشیده نمیشه. من شخصا جناب شیخ صاحب عبدالله امیرالمومنین از رئیس پاسپورتی که خودت مقرر کردی، ما بالایش ادعا داریم باید جواب مرا بده. پیام هایش اینجا موجود است که بر روان کردیم، برای رئیس دفترش روان کردیم، به سخنگویش روان کردین. هفته ها ما منتظرش بودیم اما نشد. دخترم فوت کرد به کفن سفید. امیدوار هستم هر کس که در افغانستان نابرابری را دامن میزنه در همون کفن سفید اولادش را ما هم ببینیم که نابرابری ها دامن زده نشود. ببینین شاید بحث ملت افغانستان هست. اگر امروز بحث گروپ های هراس افغان برای ما مطرح بحث میشه، نابرابری ها مطرح بحث میشه، هدف این هست که باز حکومت حاکم شود، حکومت کابل، افراد، اشخاص شود علیه حکومت کابل. اگر ما نقاط ضعف خود به نقاط قوت تبدیل نکنین، ایره مطمئن باشن که نابرابری ها برای ما دامن زده میشه. امریکا هزارها کیلومتر دورتر هست، رئیس روابط خارجی کنگرسش میگه که بعد از اینکه امارات اسلامی حاکمیت گرفت، دروازه محابس باز شد، هزارها تروریست از افغانستان برآمدن به کشورهای منطقه و فرامنطقوی، ما را در امریکا تهدید میکنن. این به چی معنا هست؟ این به معنا هست که اوها زمینه ساز این میشن که بر افغانستان نابرابری ها را دامن بزنن. و اگر ما در افغانستان، به تاکید میگم، هر صحبتی که میکنم عواقبش را میفهمم. از بندی شدن، از ترور شدن، از قتل، از هیچ چیز نمیترسیم. اگر ما دکتر طب هستیم، پلیس مسلکی خواندیم، از همین میز بالای هیئت رهبری ما سلام میکنیم که دوها دور است، بیا به افغانستان با تو صحبت بکنیم. و امروز در افغانستان هستیم. وقتی که امروز امنیت آوردی، از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب جنگی نیست، بیا نقاط ضعف خود را هم نقاط قوت تبدیل بکن. اگر موضوع تحصیل هست، اگر موضوع حق کار هست، اگر موضوع احقاق حق شهروندی است، از بین ببر که جهان با ما در تقابل نباشه. آمریکایی ها پیامشون به خاطر چی هست؟ شما احساس میکنید که آمریکایی ها از حضور داعش در آمریکا هراس دارن؟ اوها خب به صدها هزار نیرو و به صدها هزار پایگاه در پایگاه‌های کشورهای منطقه و فرامنطقوی نیروهایشان هست. اوها چطور میتونن ناآرام باشن که بگن از مرز مکزیکو داخل آمریکا میشه؟ یک صحبت تفلان هست که مطلب بحث دارد، اما جانب مقابل افغانستان هست. تحرکاتی که امروز در کشور همسایه افغانستان وجود آمد، در ایران اسماعیل حنیه چطور شهید شد؟ وقتی که استخبارات دنیا به اندازه کشورهای همسایه ما که میگن ما کشورهای اتمی هستن، استخباراتی هستن، اوها را با چالش مواجه میسازن. افغانستان را که امروز ما حریم هوایی خود کنترل کردن نمیتونین، بر اساس گفته های تمام اعضای کابینه حکومت سرپرست و سرپرست جوان وزارت دفاع، آیا اگر برای ما نابرابری ها را دامن بزنن و این ملت با ما نباشه، در اون نابرابری ها کی پیروز هست؟ ما پیروز هستیم یا کشورهای منطقه و فرامنطقوی که برای ما دو میدان جنگ را میخواین مدیریت بکنن؟ درست. خیلی متاسف هستیم افغانیار صاحب از اینکه دختر شما فوت شدن و باید رسیدگی میشد و تسهیل ایجاد شود در مواردی که اضطراری می باشد. امیدوار هستم که پیام شما را شنیده باشم. ببخشید من پیام تنها به شیخ صاحب نبود، پیام به کمیسیون نظامیشان هم هست، به تمام کسایی که در اثر محکمه هست، به سطح قضای افغانستان هست. ما به خدمتتان هستیم. بر هیچ کس اولادش مهمتر چیزی نیست. ما اینا نمیخواستم بگیم، اما زمانی اینا به خاطر ازی گفتین که مثل دختر ما صدها دیگه هم پشت دروازه ریاست پاسپورت استاد میشه، سیلی برویش میخوره. یک عسکر کور استاد بکنی، انسانیت را نمیفهمه، اما برو روی مردم که کبل میزنه و نمیمونه که پیش بری. و رئیس پاسپورت هم کمرهای سکیوریتی امنیتیش ماندگی است، خوب اینا میبینه، در پهلویش ارگانهای کشفی استخباراتی هم میبینه و حتی دفتر وزارت داخله هم کمره ها را میبینن. چرا صورت ایجاد نمیکنن؟ چرا؟ اگر مردم مشکل داشته باشند، به کی مراجعه بکنن؟ به کمیشن کار؟ به کی مراجعه بکنن؟ دچار ملگری هم ما خود رفیق کسی نبودیم. اگر ما هم دچار ملگری می بودیم، با 24 ساعت مشکل محل میشد و این نابرابری دامن زده نمیشد. ما حاضر هستیم، به خدمتشان هستیم. در هر محکمه‌ای که به همراهشان میرین، اما امیدوار هستم این چالش حل شود و آخرین کسی را که به خاطر نابرابری ها از بین رفت دخترم بود، دیگه های نابرابری ها را نبینن. من میگم تمام اولادم و خودم هم به خاطر احقاق حق وطنم که بمیریم، خداوند شاهد است، ما افتخار میکنیم. اما یک تغییر به وجود بیاید، او تغییر چطور هست؟ با دیالوگ و گفتگو هست. وقتی که چالش ها مطرح میشه، وقتی که در حکومت داری بر مبنای تطبیق شریعت اطیع الله اطیع الرسول مطرح بحث است، چطور براتون شیخ عبدالله خان امیرالمومنین میگه که دروازه دفاتر والی ها و اسوال ها و وزرا بالای مردم باز باشه؟ دروازه دفتر چرا بسته است؟ چرا نفر که بالا ساده میکنه به جان مردم باشه؟ به خاطر چی؟ ما 4 دفعه به رئیس دفتر و مسئول تنظیم ملاقات های مولا عبدالکبیر ما پیام موندیم قبل از سفرش که بره به ایران بره، گفت که ما همراهش صحبت کردیم شما رو میبینم. خب آیا ضرور هست ما به عنوان یک شهروند با این چالش من مواجه باشیم؟ اون شهروند هیچ کس نمیشناسه، او بکنم چالش مواجه هست. این صحبت را به خاطر ازی کردم که اصلاحات به وجود بیاید. خب تشکر افغانیار صاحب. وقفه است، پس از وقفه بس ادامه میتیم. بینندای عزیز وقفه داریم و دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. افغانیار صاحب، شما فکر نمیکنین که ادعاهایی را که در گذشته همسایه ها از افغانستان داشته به شمول پاکستان اگر واضح‌تر بگیم پیوسته اینو ادعا داشتین که گروه های حراس افغان در افغانستان وجود داره و از اینجا حملاتشان را سازماندهی میکنن، فکر نمیکنین این نقش داشته بالای نگاه های جهان به سوی افغانستان؟ کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. ببینید برگردین به پنجابستان، 76 سال پیش انگلستان و روسیه او را وجود آورد فقط جهت تنظیم بالانس سیاسی آسیای میانه. و امروز در رأس حاکمیت امریکا کی هست؟ جو بایدن. جو بایدن زمانی که معاون اوباما بود میگفت ما 52 مرتبه پاکستان را از افغانستان بهتر میدانیم. ها شما فکر میکنین کسی که با او عقدمندی سیاسی باشه و این صحبت ها را مطرح بحث قرار داده باشه، او هم در حضور رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، حامد کرزی در کابل هست، همون رو پیش پرسان کنید. و امروز او نه با انگلیسی ها ما در تقابل هستیم، چون آخرین عسکرشان برایدن را از هلمند ما نیمه جان کشیدین. با روس ها هم در تقابل 43 سال قبل بودین. شما فکر نکنید یک پلان یک برنامه هست؟ وقتی که ما پلان دشمن را میفهمیم، نابرابری را مواجه کردن دشمن را میفهمیم، ما افغان هایی که 5000 سال تاریخ دارین کی هم دیگر پذیری را مطرح بحث قرار میدیم؟ کی ما نقاط ضعف را با نقاط قوت تبدیل میکنیم؟ در طول 50 سال هر حاکمیت آمد ما با پشت مو حاکمیت رفتیم و گفتیم این بعد از صبح جایگزین شکل دیگه بیاید. کدام حاکمیت خوب بود؟ امروز اگر امارت اسلامی در افغانستان میخواد نابرابری ها را از بین ببره، نقاط ضعف داره و نقاط قوت هم داره که یک نقطه ضعفش پیشتر یاد کردیم، اما نقاط قوت بر مبنای ازی هست که در افغانستان امروز جزایر قدرت نیست. وقتی که جزایر قدرت نیست، از شمال تا به جنوب جنگی نیست و ما 80% منابع خود را به جنگ مصرف نمیکنیم، پس چه بهتر هست که مدیریت بحران امارت اسلامی هم بارها ادعای اینا را رد کرده، این کشورها را که سازمان های یا گروه های حراس افغانی در افغانستان وجود دارند، به خصوص داعش. امارت اسلامی گفته که نابود شده این گروه در افغانستان، اما باز هم این سناریو تکرار است و باز هم کشورها انگشت انتقاد بلند میکنه. در یک سال گذشته به عنوان یک عسکر که تجزیه و تحلیل اوضاع وطن خود داریم به امارت اسلامی پیشنهاد کردیم، برش گفتیم که نشوه خواب نشست بن را بر ما دوباره باز جهان داشته باشه، تقابل ها را از طریق گفتگو برش راه حل پیدا بکنیم. امروز همین سازمان ملل، نهادهای بین المللی به شمول کنگرس امریکا اگر آدرس میخوایم، ما به خدمتش به عنوان یک شهروند و هزارها شهروند دیگه به خدمتشان کم داخل پنجابستان و به خدمتشان برنامه آمدن. کجا هست هرات محیط زندگی ما؟ اسلام قلعه خانه‌ام هست، ما به خدمتتون هستیم. فریمان، تربت جام، سرخس، نیل آباد، بم، کرمان، یزد، ایرانی ها همیال کم داره. اما سفیر استخباراتیش که در کابل نشسته خوب درک میکنه که باز علیه حکومت کابل شد، حکومت کابل افراد اشخاص علیه حکومت کابل شد. چی معنی هست؟ 3 سال قبل هم همین برنامه بود، امروز هم همین برنامه هست. پس بیاین با هم تفاهم بکنین. منابع ما را به کار دارین، سیس آبهای طبیعی را به کار دارین، در قبال آبهای طبیعی برای ما چی میدین؟ یورانیم و تالک به کار دارین، در قبالش برای ما چی میدین؟ مس و آهن به کار دارین، در قبالش برای ما چی میدین؟ میلیون ها مهاجر شهرت کشورتون ساخت، شما در قبالش با ما چی میکنین؟ اما این نمیشه شما خانه ما را خراب بکنین و خودتان آرام باشین. اگر برنامه‌های استخباراتی را کشورهای همسایه علیه ما داره، اگر ما در جایگاه تصمیم گیری می بودیم خداوند شاید از بکرات گفتیم. همون برنامه را علیه حاکمان لاهور، علیه حاکمان تهران ما تریزی میکنیم و براشون نشون میدن که چی هست افغانستان با ثبات و چطور از افغانستان بی ثبات. آمریکا خود دور هست، او را سر جای خود بگذار. اگر همسایه ها با ما منافقت نکنند، آمریکایی ها هیچ گاهی پیام را ندارند. 5 پایگاه امن را در اختیار آمریکایی‌ها کی قرار داد؟ بعد بیره آزاد پختونخوا، یعقوب آباد، نظر آباد و پایگاه شمسی. همین لحظه حریم افغانستان نقض میشه. به چی معنی هست؟ به این معنی هست که پاکستانی ها همراه آمریکایی ها یکی هستند. کشورهای دیگه تاجیکستان کمپ‌ها ایجاد کرده بود، اعلام میکرد که در روی کمپ‌ها همه چیز آماده است، شما مهاجرت بکنید. رهبرای سیاسی ما شکست جنگ فیسبوکی میکنن. خب وقتی که ما تمام چیز را قبول کردیم و داخل افغانستان هستین، از همین میز بالا هیئت رهبری ما صدا میکنن دوحه دور است، بیا به افغانستان با صحبت بکنیم. همین لحظه میجه هستین. حتی از خودم از اولاد ما سرمایه گذاری کردن که جان ما نباشه اما وطن باشه، به خاطر هموطن که تا وجود. اگر ببین افغانیار صاحب در افغانستان چیز انجام شود از طرف امارات اسلامی تا شما گفتید که ببینید اولین کار این هست که وقتی که برای ما انتقاد بالای ما میشه، باید ارگانهای کشفی استخباراتی قوی شود. این زمانی قوی شده میتونه که هزارها کادر که در جمهوریت درس خواندن، کلی از یا شاگردای فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی نبودن، اونا را همراه خود داشته باشیم. در وزارت داخله، وزارت دفاع، بخش سرحدی ما که هر از گاهی جنگ‌ها ایجاد میشه، ایرانستانی ها و پنجابستانی ها اعلام میکنن که جنگ وجود داره. چرا آمد؟ به خاطر عدم آگاهی از موضوعات مرزی هست. هزارها کادر که در بخش سرحدی تحصیل کرده امروز بیکار هستن، اونا را همراه خود در بدنه حکومتداری داشته باشیم. شعارم یک با شعار از گذشته تا حال، آبادی وطن تعهد و تخصص می‌طلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ویرانی وطن هست. اگر در جمهوریت بحث تخصص مطرح بحث بود، متحدین کجا بود؟ اگر امروز بحث تعهد مطرح بحث هست، ما نباید متخصصین همراه خود داشته باشیم. ما بشینیم یک اولادی وطن صفر 12 را بخونه، 12 که خلاص شد او 4 سال اکادمی را بخونه، بعد از 16 سال ما اعتماد بکنیم در بدنه حکومتداری داشته باشیم. و جهان هم بر ما هر لحظه میدان جنگ را مدیریت میکنه و جهان هم هر لحظه میخوای افغان‌ها در مقابل هم ایستاده شود، باز هم روز 1000 تا پشت دروازه خانه ما مونده شود. ما باید این نقاط ضعف را از بین ببریم. ما افسر و عسکری را میشناسون که ماستر پلیس هستن، مال دلیوری میکنه. در افغانان کتسنگی باغ بالا کارت پروان، چرا حقش است؟ پیلوتی وطن ما به کرات گفتین، حاضر هستن در برنامه شما بیارین کچاله فروشی میکنه با یک کراچی یک تایره، چرا حقش است؟ درس خوانده، تحصیل کرده، از مال بیت المال میلیون ها افغانی سرش مصرف شده. حالا او باید 5 خلطه کچالو و 5 تا پیاز را با یک تایره صدا بکنه کچالو پیاز. یعنی شما به نحوی میپذیرین که این تهدیدات از آدرس افغانستان وجود داره؟ ببینید تهدیداتی که او برای ما میگن که گروه های رزافغان دروغ میگن. پایگاه ها در کشور خودشان هست، برنامه خودشان داره. برگرد پاکستانی ها میگن TTP در افغانستان هست، درست است؟ میگن 3 سال میشه که امارت اسلامی طالبان در افغانستان حاکمیت میکنه، اما TTP با حاکمان لاهور 2 دهه میشه جنگ میکنه. چرا در زمان جمهوریت چنین نمیگفتین شما؟ در زمان جمهوریت هر روز به ما فتوا میداد. پس چی رو میخوان ثابت بکنن؟ امروز که در رأس حاکمیت شیخ الحدیث هست، والی ها، وزرا و سفرا، مفتی ها هستن، برای ما فتوای جنگ داده نمیدانن، اما بالمقابل برای ما بحث روز به مطرح بحث قرار میدن. اگر از آدرس افغانستان علیه حاکمان لاهور پنجابستانی ها فتوا صادر شود 10 ثانیه بگن که جنگ فرض است علیهشان، شما فکر میکنین چند ده هزار نفر از افغانستان و چند صد هزار از داخل پاکستان دوباره قویتر علیه حاکمان لاهور سلاح برخواد داشتن؟ اما همین حاکمیت، حکومت سرپرست میگه ما تعامل همسایگی خوبی را میخواییم. حاکمان تهران، ما گفتیم اسلام قلعه خانم هست، همین لحظه کمپ‌هایشان موجود هست. در کمپ افسر و عسکر را نگاه کردن، پاسپورت‌هایشان را قید کردن، برشان فرم توزیع کردن. کدام سال فارغ شدی؟ لیسانس هستی از پلیس؟ آخرین ترفیعت کجا بود؟ آخرین وظیفت کجا بود؟ او را نگاه کرده. تیکدارای قومی، رهبرای قومی را برشان خانه‌ها و بلند منزل‌ها داده. او را چی می‌کنی؟ خب بگو برو به افغانستان، تو خب با امارات اسلامی رفاقت داری، دوستی داری. اما وزیر خارجه بیچاره مرد. در حسرت از این که در افغانستان حکومت همه‌شمولی را جناب مولا متقی جور کنه، نشد. امروز هم معاون سیاسی ریاست الوزراء اوجه هست. با امیدوار هستم که معاون سیاسی ریاست الوزراء از ایرانی ها پرسان بکنه. شما که با ما تعامل خوب میخواین، همسایگی میخواین، همین کمپ ها به خاطر چی هست؟ همین رهبر و رهبرزاده هایی را که به اصطلاح مخالفین سیاسی است چرا نگاه میکنی؟ خب بیا عمر به افغانستان بیار به هم بشینی. خون از او از خون ما و خون شما سرختر است. اولاد از او از اولاد ما و شما بهتر هست. باز افغان ها در مقابل هم ساده شوین، ما با هم جنگ بکنیم. 85 میلیارد تجهیزات نظامی آمریکا ماند اینجا، درست است. اگر مرمیاش خلاص شد، ما توان ساختن مرمیش را داریم که باز بر روی خود بزنیم. اگر دیروز تفنگ بود امروز قلم هست، ما در پلوی قلم بیل و کلنگ را بگه وطن خود را بسازیم. اگر سطح تداوی در افغانستان خوب باشه، چه ضرورت است ما به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای بریم؟ اگر سطح آرامش در افغانستان خوب باشه، چرا ما مهاجرت بکنیم؟ افغانیار صاحب، پس با این وضعیت چی انجام شود در افغانستان تا اعتماد سازی شود و کشورها دیگر نگران وضعیت افغانستان نباشند؟ اعتماد سازی ها دو بعد است، یکی در بعد داخلی، یکی در بعد فرامنطقه‌ای. جهان متوجه است که ما در افغانستان چی میکنیم. جهان با ما وقتی که نظارتگر هست، ما میبینه که ملت از ما چی میخواد. آیا ما خواسته های مردم خود عملی میکنیم یا خواسته های مردم خود را ما قبول نمیکنیم؟ وقتی که ما 5000 علما را جمع میکنیم در کابل، 6000 از علمای افغانستان در قندهار جمع میشن، ما نمیتونیم چند ده هزار دیگر هم جمع بکنیم از او پرسان کنیم که روابط داخلی و روابط خارجی ما با کشورهای منطقه و فرامنطقه چگونه باشه؟ اگر ما میگیم که لوی جرگای را انجام نمیدین، خود شورا حق است، اما شورا را ما بیان مدیریت بکنیم. جهان با ما در تقابل هست. به خاطر چی جهان با ما به کدام اساس رابطه برقرار بکنه؟ اول قانون اساسی تان مطالعه میکنه که شما قانون اساسی دارین و اگر دارین در قانون اساسی تان حق شهروندی به کجا هست، حق کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای به کجا هست. بله ما به اساس تطبیق شریعت حاکمیت داریم. کل افغانستان 99.99% مسلمان هست. هیچگاه فراتر از آمیزهای دینی و اسلامی نخواستن و نمیخواین. پس وقتی که چنین هست، این نباید ما مدیریت بکنیم. وقتی که میگن ارتقای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی الی امر ثانی بند هست، این امر ثانی ما کی هست؟ وقتی که میگن امن و امان هست و مردم از ما راضی هست، 2 میلیون دختر مکتب نمیره، 2 میلیون مادرش هست، 2 میلیون خواهرش هست، 2 میلیون پدرش هست، 2 میلیون خودش هست، 10 میلیون. آیا این امن و امان هست؟ به عنوان یک پدر ما هم هستیم. دخترم کامیاب شد، همشیریم کامیاب شد، طب، حالا خانه ششته است، اما او بی تحصیل نمیمونه. در پلوش ما هستیم، خان فامیلم هست، برادرایم هست، اما او دختری که در اسلام قلعه هست، او که در واخان بدخشان، او که در نیمروز هست، او دیگه است. مادر آگاه طفل آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. با طفل آگاه غلام شده نمیتونه. پس او وقت است ما استقلالیت می داشته باشیم. وقتی که ما منبر بالا میشیم، حدیث روایت میکنیم و میگیم این حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه گفته. آیا حضرت عایشه در محضر رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث را یاد نگرفته؟ وقتی که حق کار میگین، ام المؤمنین تمام سرمایه دارایی خود به حضرت رسول الله نداد که در راه انکشاف دین اسلام مصرف شود، خب حق کار مشخص شد. وقتی که ما احقاق حق شهروندی را میگین، بلال حبشی کدام خویشاوندی حضرت امرای حضرت رسول الله نداشت، اما بام خانه کعبه یک سیاپوس رفت گفت الله اکبر گفت. امروز ما بیاین این مدیریت بکنیم. همین ملت بود نان خوردن خدا، همین ملت بود که نان خوردن خدا با عساکر اسلامی در قریه و قصبات تقسیم کرد، حتی ما بین بشکه پیپسی برشان پترول و موتورسیکلاشان بود. همون ولسوال کوهپایه حالا ولسوال مرکز شده، همون والی که در کوها بود حالا والی شار شده. همین مردم همون ولسوال همون والی را به همون سهولتی که در گذشته میدیدن میتونن، به محاکمشان مراجعه میکرد، حالا همون کار را کرده میتونن. بین یک سری انجام بدین، ببینید 3 سال قبل کجا بودین، امروز کجا هستین. اگر دیدن رو پیشرفت است، امن و امان است، اگر دیدن مردم نارام است، پس او اصلاح بسازید. خیلی تشکر. در بعد سیاسی اگر شما کوتاه بفرمایید. در بعد سیاسی با کشورهای جهان ما بیاین صحبت بکنیم. تقابل ها در عدم تعریف منافع مطلع بحث میشه. برازوها بگین شما از ما چی میخواین؟ شما برای ما چی میدین؟ اگر میخواین آهن، مس، لیتیم، یورانیم، بسم الله به خدمتتون، اما سهم ما چی هست؟ سهم ملت ما چی هست؟ در جنگ‌های نیابتی ما نمیباشیم. چرا شما پای ما را در جنگ‌های نیابتی کش میکنید؟ امروز اگر این بحث مطرح بحث میشه و افغانستان تهدید میشه، آیا کشورهای همسایه افغانستان پای اولاد افغانستان را به سوریه و یمن نکشاندند؟ ده ها هزار افغان تحت نام حمایت از حرم زینبیون و فاطمیون بکشتن نداد. کی بکشتن داد؟ خامنهای صاحب آرام ششته است، اما افغان‌های ناآرامی را میبینه. این ناآرامی ها را کی باید مدیریت بکنه؟ حکومت مکلفیت داره. ملت افغانستان آگاه شده. این ملت 10 سال قبل، ملت 20 سال قبل نیست. آرامش را میخواین، اقتصاد را میخواین، تحصیل را میخواین، همین زمینه را برشان مساعد بسازین. امن امان است. خیلی ممنون حضورتان افغانیار صاحب. بینده عزیز، ممنون شما هم که تا این دم با ما بودید. تا برنامه های دیگر شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.